ولی رو موضوع اصلی هیچ سوالی از ما نشده، چون مشخصه که این نتیجه توطئه بوده. و در شرایطی که بعد اتهامات پولشویی و نمیدونم این چیزا هم البته همون موقع خودشون گفتن که منبع پولها سالم بوده، بعدش هم ما گفتیم که بعد حتی کسایی که به ما کمک کرده بودن این اجازه رو به من دادن که در هر اعلام بکنم که اینا حاضرن در هر دادگاهی حاضر بشن و شهادت بدن، به شرطی که البته رژیم اطلاعات به رژیم آخوندی نرسه، اجازه نمیدیم که اطلاعات برسه. اگر قرار بشه برسه، بله ما خودمون حاضر نیستیم که کسایی که کمک کردن رو به کسی بگیم اسمش رو. ابوالقاسم رضایی همچنین در فروردین 86 طی سخنانی در گرد همایی اعتراضی ایرانیان آزادی در پاریس به همین زد و بند رسوای آخوندها با دولت شیراک اشاره کرد و گفت: آخرین برگ پرونده معاملات این دولت مردان با جانیان حاکم بر ایران اتهام رذیلانه پولشویی به مقامت در پرونده است که 4 سال از سوی دست بخش ضد تروریستی دادسرای پاریس مونده، چون با پوشالی بودن و رنگ باختن هر اتهامی به مقاومت اتهام جدیدی عنوان میشه تا پرونده‌ای که در نقطه مرگ قرار داره زنده نگه داشته بشه و کشف پیدا کنه. 4 سال قبل در شرایطی که قلب مقاومت ایران اشرف قهرمان آماج بمباران و توطئه بود، دولت مردان فرانسوی در یک معامله ننگین چند میلیاردی به افراد مقاومت ایران و دفتر شورا حمله کردند تا برای خوشایند ملاهای ضد بشر مقاومت ایران را متلاشی کنند. اتهام ما چه بود؟ تروریسم و جمع آوری کمک برای کارهای تروریستی. اموال و پولهای ما را تحت این عنوان مصادره کردند. به زودی مجبور شدند طی چند روز فقط در روزنامه ها اعلام کنند که منشأ پول های به دست آمده از دفتر شورا آلوده نیست، و بعد از مدتی مجبور شدند از اتهام تروریسم هم دست بکشند، چون هیچ عملی که مصداق این اتهام رذیلانه باشد از مقاومت ایران سر نزده بود و حالا جهت پرونده را عوض کرده و سراغ اتهام پولشویی رفتند. من به عنوان یکی از نفراتی که در 17 جوان هدف این توطئه قرار گرفتم بارها اعلام کردم که از موضع مسئولیتم آمادم که در مورد سانتیم به سانتیم پولهای به دست آمده توضیح بدهم، ولی میدانید که در این 4 سال و از زمانی که در اثر مقاومت هموطنانمان و تلاشهای وکلایمان از زندان بیرون آمدیم، حتی یک بار هم در این زمینه از من سوالی نکردند. اگر برای شما روشن نیست چرا سوال نمی کنید پس؟ مگر برای شما روشن نشد که منشأ پولها آلوده نیست؟ چرا اونها رو پس نمی دین؟ پولهای توی جیب افراد و کشوی افراد رو چرا بردید و بر نمی گردونید؟ آیا کامپیوتر ابزار تروریستیه که 200 تا کامپیوتر رو بعد از 4 سال هنوز بر نگردوندید؟ آیا ادامه این مصادره ضد عادلانه برای خوشایند آخوندها نیست؟ یک نیاز مبرم دیگر اطلاعات آخوندها و اطلاعات فرانسه این بود که این همانی شورای ملی مقاومت ایران را با سازمان مجاهدین خلق ایران نشان بدهند. علت این است که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا شورای ملی مقاومت ایران صراحتاً از برچسب تروریستی مستثنا شده است. بر این اساس هیچ دولت یا ارگان رسمی و سرویس اطلاعاتی اروپایی نمیتواند مانع فعالیت‌های قانونی شورا و مسئولان و اعضا و هواداران آن تحت نام شورا بشود یا به آن برچسب تروریستی بزند، و همین مانع کار و پرونده‌سازی‌های مشترک اطلاعات فرانسه و اطلاعات آخوندهاست. بنابراین آنها به شدت نیازمند اثبات این همانی شورا و مجاهدین هستند تا بتوانند برچسب تروریستی را به کار بیندازند و بر اساس آن حمله 17 جوان و سرکوب و بگیر و ببندها و محدودیتها و مجازاتهای بعدی را توجیه کنند.
اینجاست که وزارت اطلاعات آخوندها بار دیگر مأموران خود را تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به کار می‌گیرند. محدثین در این باره می‌گوید یکیش دیگه از حرفایی که در این پرونده هست میخواد بگه اثبات کنه، چون خود رژیم در صدد اثبات این هست، برای اینکه یک پیام سیاسی و یک پیام حقوقی به طرف سابق فرانسوی بده و هم به طرف سابق آمریکایی. رژیم در صدد این هست که بگه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین فرانسوی یک پدیدن. سال هاست داره برای این زحمت میشه. یک رشته دیگه از حرفایی که اینها زدن و زیاد هم گفتن این هست که مجاهدین اشاره کردن در واقع منابع مالی شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق ایران منابع سازمان های خیریه ایرانی هست، که از اینها زیاده در همه صحبت های اینها که من دیگه اجازه میخوام وارد تفاصیلش نشم، زیاد وقت میگیره، فقط این جمله رو بذاریم براتون بخونم. در واقع در طبق گزارش هایی که این مزدوران به وزارت اطلاعات دادن در صحبت های خداونده طیبی و سبحانی و حقی تصریح شده که پول هایی که توسط سازمان های خیریه ایرانی انجام میشه جمع آوری میشه، این پول ها برای خرید سلاح و برای عملیات نظامی در داخل ایران مصرف میشه. برای اینکه پرونده خالی بکنه اومده این مش مزدور میگه بشین این حرفا رو بزن، چون میخواد توطئه کنه، میخواد بگه که آقا در قوه در مقر شورای ملی مقاومت در مقر رئیس جمهور این مقاومت شما کار سیاسی نمی کنید، شما دارید فرماندهی عملیات نظامی در داخل ایران می کنید و بعد این رو انگ تروریسم بزنه به اون عملیات، بعد اون عملیات رو منتسب کنه به اول سرواز مرکز سیاسی این مقر شورا و مقر رئیس جمهور این مقامت، بعد بگه که این شورا درگیر تروریسم. خب کل این ابلهانه است، نه کسی قبول میکنه که اون عملیات تروریستی از تینت تروریست داره و نه کسی قبول میکنه که اون عملیات از اوبر فرماندهی شده و نه کسی حرف این موضوعان رو باور کنه. محمد محدثین در همین جا بر اساس اطلاعاتی که مقاومت ایران از داخل رژیم به دست آورده است فاش می کند که علاوه بر مأموران رسمی وزارت اطلاعات آخوندها یک شهادت دیگر هم در این پرونده موجود است. شهادت بنی صدر در برابر مأموران اطلاعات فرانسه که با سفلگی تمام به خدمت فاشیسم مذهبی شتافته و درست در سر بزنگاه بر روی مریم و مسعود رجوی خنجر می کشد، همان که جان او را پس از 30 خرداد سال 60 نجات داد، او را به خانه و پایگاه خودش برد و سپس به پاریس رساند. مسعود رجوی آنچنان که بعدها عباس داوری تشریح کرد به همه مجاهدین در آن خانه سفارش و تأکید کرده بود که اگر پاسداران به اینجا بریزند فقط در یک صورت می توانند به بنی صدر دست پیدا کنند، فقط در صورتی که از روی جسد همه مجاهدین به ویژه اشرف و فرزند شیرخوارش مصطفی عبور کنند. اکنون بنگریم که بنی صدر بر سر بزنگاه چگونه تلافی می کند و چگونه برای اطلاعات آخوندها و اطلاعات فرانسه کمر به چاکری می بندد. من می‌خواستم بپرسم که آیا به جز این افرادی که شما اسم بردید کسان دیگری علیه شورا و علیه مقاومت در این پرونده هم وارد شدن و صحبت کردن و شهادت دادند یا خیر؟ عرض کنم که سوال خوبیه، متاسفانه فرصت کردم چون این موضوعات خیلی زیادی در این وسط هست، ولی این سوالتون به طور مشخص سوال خیلی قابل توجهی است. خیر، در این پرونده در حقیقت هیچ کسی جز
عوامل وزارت اطلاعات همین افرادی که خودشون رو مثلا به عنوان اعضای سابق مجاهدین معرفی میکنن، کسی غیر از اینا نیست، فقط یک استثناء وجود داره در این بین، امیدوارم که داشته باشم. بله، یک استثناء در این وجود بین وجود داره، یک به اصطلاح شهادتی هست و مصاحبه‌ای هست در واقع که همین ماموران فرانسوی کردن علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت با بنی صدر، بنی صدر خائن، که در حقیقت البته روز اول نیست که در خدمت وزارت اطلاعات و خدمت گزاری میکنه به وزارت اطلاعات علیه مردم و مقاومت ایران. داستان طولانی هست در واقع، بعد از اینکه از شورا، بعد از اینکه شورای ملی